پیشنویس توافقنامه پیوستن محمد محقق به دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی آماده شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. اشت سو پیشنویس توافقنامه پیوستن حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق به دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به ریاست عبدالله آماده شده است. یک منبع معتبر که در مذاکرات دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان دخیل است به روزنامه اشت صبح گفت که این پیشنویس روز چهارشنبه توسط هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف تهیه شده است. این منبع نخواست نامی از وی در این خبر برده شود، افزوده که اکنون قرار است پیشنویس این توافقنامه در اختیار عبدالله و محقق قرار داده شود تا آنها درباره آن تصمیم بگیرند. با گفته منبع احتمال دارد تصمیم نهایی در مورد این توافقنامه امروز پنجشنبه از سوی محقق و عبدالله اعلام شود. منبع گفت که در این مسوده جایگاه محمد محقق در دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی امسد صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی، محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی در نظر گرفته شده است. با گفته منبع ترکیب اصلی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در پی این توافق دستخوش تغییر نخواهد شد. محمد محقق پیش از این در دسته انتخاباتی صلح و اعتدال بر ریاست محمد حنیف اطمر معاون دوم بود. او اکنون با تصمیم پیوستن به دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نشان داد که دسته انتخاباتی صلح و اعتدال تا 38 روز مانده به انتخابات دیگر قابل بازسازی نیست. دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به دلیل اختلاف دیدگاه بین اعضای ارشد این دسته انتخاباتی بر سر ایجاد پست نخست وزیری در صورت پیروزی در انتخابات آنی دچار فروپاشی شد، هرچند تا کنون هیچ یک از اعضای ارشد این دسته انتخاباتی فروپاشی آن را رسما تایید نکرده است. سپاس از اینکه با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.